پارلمان ترکیه روز جمعه لایحه متمم قانون اساسی آن کشور را که به موجب آن مسئولیت قضایی نمایندگان پارلمان لغو خواهد شد تصویب کرد، اقدامی که گفته می شود راه را برای محاکمه تعداد بسیاری از نمایندگان شامل هواداران کردها در پارلمان باز خواهد کرد. گزارشی داریم در این باره. اوی سیسه 531 قبول 376. رئیس پارلمان ترکیه نتایج رأی‌گیری بر سر لایحه متمم قانون اساسی دایر بر لغو مسئولیت قضایی نمایندگان پارلمان را اعلام کرد. این متمم که با 376 رأی موافق در مقابل 140 رأی مخالف از مجموع 531 رأی تصویب شد. برای تصویب نهایی به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری تسلیم خواهد شد. نمایندگان احزاب مخالف می‌گویند با این اقدام 138 نماینده که اکثریت آن اعضای دو حزب مخالف هستند در معرض خطر محاکمه قرار خواهند گرفت. پارلمان ترکیه از روز سه‌شنبه گذشته بحث بر سر این لایحه جنجال برانگیز را آغاز کرد. یعنی siz meclis başkanı olarak her türlü suçun tartılacağı bir dokunulmazlık tartışmasına گفتگو بر سر این لایحه در پارلمان به درگیری‌های بدنی و مجادلات شدید انجامید. در جلسه امروز نیز نمایندگان حزب جمهوری‌خواه ترکیه ضمن اعتراض به ریاست پارلمان، صحن پارلمان را ترک کردند. بر اساس قوانین ترکیه، اعضای پارلمان از مسئولیت قضایی برخوردار بودند، اما به گفته کردها، با تصویب این لایحه، نمایندگان هوادار کردها، حزب دموکراتیک خلق با خطر اخراج از پارلمان و محاکمه روبرو خواهد شد. نمایندگان این حزب به ویژه به علت ارتباط و یا حتی حمایت شفاهی از حزب غیرقانونی کارگران کردستان پیکاکا که جنگ جدیدی را با دولت ترکیه آغاز کرده است در معرض پیگرد قانونی قرار می گیرند. لغو مسئولیت قضایی نمایندگان پارلمان در ترکیه سابقه دارد. در سال 1994 میلادی بلافاصله پس از تصویب قانون لغو مسئولیت قضایی نمایندگان، چهار نماینده از حزب دموکراتیک که منحل شده است، از جمله لیلا زنا، برنده جایزه ساخاروف، به اتهام عضویت در پیکاکا زندانی شدند. مهران پایور، صدای آمریکا.